ارزاده و احترام خدمت همیهنان عزیز رو ارجمندم شعله باری که یک کبریت برهم میزند اقتدار مطلق یک شام ظلمتخیز یک نقل کبریت تلسم شب ظلمانی رو میشکن هیچ کارشان میشکن اجازه که بیرین کبریتی روشن رو بکنیم افراس داریم گفتگو میکنیم آقای دکتر محسن سازگار آقای سپر برنامه رو هدایت میکنه چون سیمان سپاس گذارم گفتگو ما درباره حوادثی که در انقلاب گذشت همه ما میدونیم که دکتر محسن سازگارا خب کوچه پس کوچه های انقلاب عبور کرده زوایای انقلاب رو میشناسه با بسیاری از انقلابیون هشت و نشت چه در ایالات متحده آمریکا چه در ایران انقلاب زده چه دوران بعد از انقلاب که مدیریت شمار زیادی از واحد های رو به عهده داشت بنابراین با یک شخصیتی در زمینه انقلاب رو به رو هستیم که بسیار میدانه آقای سازگار عزیز درود بر شما عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آیم می بودی خدمت همه بینندگان گرامی آمیدارم خوب باشید اگه به خاطر باشه بار گذشته بیشتر تمرکز ما روی دو شخصیت بود یکی که از لبنان آمده بود و دیگری آقای محمد آقا چمران یکی هم آقای محمد منتظری که در اوائل انقلاب خب شخصیت جنجالی بود کارهایی میکرد که خب اکسال عملهای زیادی هم در سطح ایران برانگیخت ما هم از طریق رسانه ها با این چهره آشنا شده بودیم شما خب بیشتر از نزدیک میشناختید و شرش رو شنیدی اما یه واقعه در انقلاب رخ میده در همه انقلاب که پای شما هم در میان میاد و اون ماجرای انفجار عظیم در نخست در زمان صدارت آقای رجایی فکر کنم که از اینجا اگر بحث و دنبال بکنیم ممنون میشم اگر شده حتی دیباچه در این زمینه عرضه کنید مقدمه ای بعد بیریم وارد اصل قضایی مز... ها بیشیم ممنونم خواهش میکنم من اگر اجازه بدید یک نفر دیگر رو هم خاطراتم رو باهاش عرض بکنم بعد بپر. به دو نفر بپردازم که به قول شما دیباچه میشه بر حادثه ای انفجار نخست وزیری یعنی آقای رجایی و آقای نبوی اما قبل از این دو نفر من نفر دیگه ای رو که میخواستم مطرح بکنم حاج مهدی عراقی است مهدی عراقی از اعضای فدایان اسلام بود که بعدا هم به همراه جمعی دیگه از فعالین فدایان اسلام جمعیت های اسلامی رو درست کرده بودند که دست به ترور حسن علی منصور نخست وزیر زمان شاه زدند چند نفرشون اعدام شدند بعد از اون کار تروریستی و الباقی به زندان های طویل المدت محکوم شدند از جمله آقای عراقی به حبس ابد پیشینه حاج مهدی عراقی بازاری بود ولی مردی بود که به هر حال سالها در زندان یک حالت بزرگتری و ریش سفیدی داشت نسبت به بسیاری از زندانیان سیاسی چون خب توی زندان اینی که شما حبس ابد باشی و اینا یه جور سینیوریته و پیش کسفتی به شما میبخشه ضمن اینکه روحیه حاج مهدی هم جوری بود که تو زندان مثلا خرجی زندانیا رو با زندان صحبت میکردن دستشون میگرفتن ماه رمزونا از جیره زندان سحری و افتار بسه یه بچه های مسلمون درست میکردن چیزایی از این قبیل من با یک جور خاصی هم حاج مهدی خودش هم پدرانه راجع به همه گروه های سیاسی حرف میزد مثلا میگم فرض کنید سازمان مجاهدین خلق رو می گفت بچه های محمد هنیفینا منظور محمد هنیف نژاد از بنیانگذاران اولیه سازمان یا بچه های مثلا نمیدونم اون گروه یا همه هم میشناخت همه هم دست کم در جنبش اسلامی براش یک احترامی قائل بودن من با آقای عراقی در پاریس در نفل شاتو آشنا شدم برای اینکه امور اون منزل آقای خمینی دست حاج مهدی بود و اون تیم بازاری ها در اونجا که کارهای تدارکاتی و حمل و نقل و اون چادر رو بپا کنن و گردوندن اون بیت آقای خمینی و خونه رو در نفل شاتو به داشتن عمدتا زیر نظر حاج مهدی بودن و او این کارها رو میکرد پرواز انقلاب رو هم او ترتیب داد و از ایر فرانس اجاره کردند و اون برگشت رو امکان پذیر کردن برحال حاج مهدی عراقی خیلی هم مورد علاقه ای آقای خمینی بود آقای سازگار آقای چه سازگار اون موقع چند سالش بود آقای عراقی او آقای عراقی آن حاضر و ذهن نیستم ولی شاید دوره بر شست سالش بود چند سال. پنج سال شهست سال در اون حدود شاید شاید حدود شست سال به اضافه منهای سه چهار سال اگر من اشتباه نکنم در واقع حاج مهدی عراقی میشه گفت تو تیفی که امسال آقای حبیب الله اسکرولادی و حاج سعید امانی و اینها که اومدن معتلفه رو درست کردن بعد از انقلاب هم دوباره اون رو به راه انداختن میشد گفت یه جور پیشکسوتی نسبت به همه اونها و ارشدیتی داشت بسیار هم مورد علاقه ای آقای خمینی بود و من اول انقلاب به دلیل دوستی که از نفل شاتو باهاش پیدا کرده بودم و دلیل دوم که منزل حاج مهدی در غلحک درست تو کوچه انتهایی یک کوچه باریکی بود که کوچه روبروی منزل پدر من بود و من موقع هنوز ازدواجم نکرده بودم منزل پدر مادرم بودم باعث شده بود که خیلی اوقات صبحها به حاج مهدی تماس میگرفتم میرفتم منزلشون کوچه روبروی انتهای کوچه با هم یه نونپنی و چای شیرین صبونه میخوردیم و حرف میزدیم و کارها رو با هم صحبت میکردیم دو تا نکتر از ایشون فکر میکنم بهتره بگم یکی اینکه یه بار ایشون برای من نقل کرد و خودش گفت گفت من رفتم پیش آقای خمینی شاید مثلا یک ماه از انقلاب گذشته بود و با آقای خمینی گفتم که آقا خلاصه دوباره مثل ماجرای مصدق نشه که کتکش رو بچه مسلمان خوردن زندانش رو بچه مسلمان رفتن سر حکومت که شد ملدی ها رو گذاشتن رو شونه ما و رفتن بالا و حکومت کردن این تصور رو میخوام در واقع با این حرف شما رو در جو دید بگذارم گفت آقای خمینی به من گفت خیال راحت باشه این دفعه مثل اون دفعه نیست یه مقداری حاج مهدی اینا با نهزت آزادی و محس بازرگان که میشد گفت از جبه ملی موقع در اومده بودن ملی مذهبی بودند، به اسطلاح چشم می خیلی مرحبا نبودن یه خود نگران بودن برای اینکه به هر حال اون دعواهایی که بین مصدق و کاشانی و با فدایان اسلام و نواب صفوی شده بود و اینها در ذهن اینها بود من البته عضو نهزت آزادی ایران بودم ولی مهدی به دلیل اینکه یه دو سه ماه با هم زندگی کرده بودیم و اینا یه همچین دیدی دی دست کم نسبت به من نداشت و میتونستیم راحت بشینیم حرف بزنیم خب تایی هم با, با اون هم نظر بودید یا نه؟ نه خودم خودشم میدونست که من مثلا به من بازرگان علاقه دارم و اعتماد دارم بر حال عضو شورای مرکزی نهزت هستم و انتخاب شده بودم بنابراین مشکل این چیزاشو میدونست اختلاف نظر داریم اه. ولی در مراتب به اصطلاح لغت های اون روز خلوص و بچه مسلمونی و اینها آهاج مهدی تردیدی نداشت و در روش چی؟ طرفدار خشونت بود؟ به هر حال انقلابی بودش حاج عراقی در ارتباط با جنگ مسلحانه به زندان رفته بود و ترور کرده بودن گروهشون نخست وزیر شاه رو و اون فضای اون روز انقلابی بودن ارزش بود و ضد عرض شود که اجنبی بودن ضد امپریالیزم ضد هر خارجی و کاملا مهدی عراقی رو شما در چارچوبی میتونید بگذارید که شاید هنوز هم متلفه ها که الان نگاه بکنید در همون چارچوب البته به نظر من شخص مهدی عراقی بسیار بسیار مرد سالمتری بود از خیلی از این متلفه هایی که ما بعدا دیدیم برای بودیم. تناقضی بودید دوستا میگم عجب وردی هم در اومد دار. عجب تناقضی بوده فکر یه نفر در جریان سوء قصد به جان نخستوزیر شاه سهیم بوده آدم کشی کردن دو حکومت زندگی میکرده ثروت اندوزیم تاجر بوده تاجر موفقی بوده در بازار تو قلحک زندگی میکرده البته خود حاج مهدی پیشینش بازاری بود ولی انصافا اصلا آدم پولداری نبود برای اینکه همه عمرش خب زندان رفته بود مبارزه کرده بود اساسا فرصتی نداشتش که دیگه بخواد ثروتی در بود منزلش منزل هم منزله کوچیکی بود تو قلهک خب کوچه ده در واقع یه خود اون طرف تر بود. شم، شمیرانات اینجوریه دیگه یه جایی ده فقیران است یه خود اون طرف ترش ممکنه خونه های آنچنانی باشه نه منزل بزرگی هم حاج نداشت ولی اعتبار خیلی خوبی داشت ضمن که اون اول انقلاب هنوز راندخوری و اینا اصلا فاصله داشت انقلاب نوپا و هنوز سرکله این چیزا پیدا نشده بود که فرض کنید اگر حاج مهدی عراقی امروز بود با اون نفوذ و احترام در جنبش اسلامی و خدای نکرده کج میشد منحرف میشد آره احتمالا وقت خیلی هم میتونست پولدار باشه و از رانت و روابط استفاده کنه مزنه چگونه بود؟ مزنه سواد آقای من, من نمیدونم تحصیلات دانشگاهی قطعا نداشت تاج مهدی عراقی ولی به دلیل سالیانی که زندان بود خب بالاخره زندان خیلی بچه های تحصیل کرده زندان بودن و تو زندان فرصت کافی هم بود کتاب خونده بودن آثار مارکسیستا رو چون مبتلا به بود بحث میکردن خونده بود آشنا بود با این اه. مباحث بادو و بادو. تجربیات سیاسی و بحثای سیاسی ولی به لحاظ بینش دینی خب سخت طرفدار روحانیت بود و دیندار سنتی انقلابی بود اه. اه، تیپیکالی میشه گفت تیپ بچه های متلفه و که هنوز هم همون جوریا یه دشون فکر میکنن روابط, هر روابط, هر روابط عزیز عزیز به رو چطور ورزی فراموش نکنیم که اصلالای لاجوردی هم از همین طیف بیرون اومده بود و حضرات البته آجمتی زودتر از اینها ترور شد خودش کشته شد و نمیدونم اگر زنده می بود و جنایات لاجوردی رو میدید مثل بقیه دوستانش مثل آقای بادامچیان یا اسکرولادی و اینها سکوت میکرد و پشتیبانی میکرد از لاجه یا شاید وجدان بیدارتری داشت و مخالفت میکرد این دیگه گذشته و ایشون کشته شده ولی به هر حال ای ها از این که در ایدئولوژیشون در تئوریشون یک نوع اسلام فقاهتی خشنی بود که شناختنش خیلی سخت هم نیست شما به نطخهای نباب صفوی الان رجوع بکنید و حرفایی که زدن یا خود معتلفه یا و مطالبی که گفتن نوشتن کاملا میشه ترسیم کرد چه نوع اسلامی دارند به حال من با حاج مهدی عراقی هر از گاهی میشه سیما حرف میزدیم وقتی برخورد کردم به این مشکل که غیر از سپاه تازه بنیادی که ما درست کردیم هنوز سال هشت نرسیده بود هنوز اسفند ماه هفت بود و سه دو تا سپاه دیگه هم درست شده دست کم یکی همین محمد منتظری که هفته پیش صحبتش رو کردیم درست کرده بود یکی هم همجور که عرض کردم حزب ملل اسلامی امثال آقای کازم بجنوردی البته آروم آروم رفت کنار و دارت المعارف اسلامی رو راه انداخت که هنوز هم ایشون اونجاست ولی امثال جواد منصوری و عباس دوزدوزانی و غیرو اونها هم یک سپاه درست کرده بودن و خب اینجورم نبود که بگیم این یکی رو چون دولت درست کرده و شورای انقلاب هم بودجهش رو داده بنابراین همه بیان با این یکی همکاری بکنن اول انقلاب اینطور نبود که خیلی همه حرف هم دیگر گوش بکنن به اضافه این که چندین گروه مسلح هم بودن که غیر از مجاهدین خلق که حالا از انقلاب و کسانی که به حکومت رسیده بودند داشتن زاویه می گرفتن. در واقع زاویه را از داخل زندان گرفته بودن از همدیگه و جدا شده بودن اما گروه های مسلح دیگه هم بودن کوچیکتر و کم شهرتتر ولی اونها هم اسلحه داشتن، تشکیلات داشتن، خونه تیمی داشتن، اونها هم گوش نمی کردن خیلی به اینکه بگیم حالا دولت یه چیزی درست کرده بیان برن زیر بارش برشان. یا کمیته ها، کمیته م... مساجد درست شده بود تو هر مسجدی اهل محل اسلحه هم داشتن، یه کمیته انقلاب اسلامی درست کرده و بعدم یه کمیته مرکزی هم آقای مهدوی کنی حکم گرفته بود از آقای خمینی در محل مجلس شورای ملی اون روز و شورای اسلامی امروز و مرکزیت کمیته مرکز همونجا بود که مثلا کمیته ها رو کنه اونها هم با این سپاه تازه بنیاد همخانی نداشتن یک سال، یک, دام... سال یک سال یک سال حزب توده بیشتر با کدام یک از این به اصطلاح تشکیلات تکفین پیدا کرده نزدیک بود به با مال شما قاعدتا باید نزدیکتر میبود با تشکیلات که دولت اینجاد به... کرد آقای میبودی به نظرم خود حزب توده هم در اون روزگاران اولا ماها به عنوان جنبش اسلامی و بچه مسلمون اصلا اعتماد به توده یا نداشت علا رقم اینکه حزب توده بعدا خیلی آقای کیانوری خط امامی شد خیلی سنگ انقلاب رو به سینه میزدن خیلی همراهی و دنبال روی میکردند، از آقای خمینی و انقلاب و اینها و اون روزام شروع کرده بودن به خصوص به دولت بازرگان میپریدن ولی من شخصا خودم رو عرض میکنم شناخت داشتم از آرای کمونیستا برای اینکه میدونستم کمونیستا معتقدند که برابر آموزش های لنین معتقدند که خورد برجوازی مذهبی ها رو خورد برجوازی میدونن و معتقدن خورد برجوازی ماهیتا خصلت دوگانه داره تجزیه میشه دیر یا زود یک بخشش میره سمت بورژوازی یک بخشش میره سمت پرولتاریا منظور چپ ها و کمونیست ها و بنابراین اونها با طرح شعارهای تونتر رادیکالتر پولاریزه میکنن مسلمونا رو و در واقع به قول خودشون هژمونی طبقه کارگر رو اعمال میکنن این حرفا البته دارم میگم یک دونش یک قاز نیرزیده ها یعنی تو انقلاب ایران و قبل از اونم تو جنبش ملی کردن نفت تو نهزت مشروطه این تئوری های مارکسیستی هیچ وقت نتونسته تبیین درستی بکنه از حوادثی که اتفاق افتاده و یا تحلیل هایی که بر اساسش شده همیشه غلط از آب در اومده بعدش هم ناچار شدن مثل داستان مصدق و اینها بیان اصخایی بکنن و از خودشون انتقاد کنن در انقلاب اسلامی هم به نظر من این بود ولی به هر حال میخوام بگم ماها کمونیست‌ها رو به شکل رقیب نگاه می‌کردیم. خب واقعاً یه دیگار... سال مسای آقای دکتر سازگارا نمیتونم قبول بکنم که انقلابی تو ایران شده همه ما میدونیم که خب یه حکومت قبلی کاملا از هم گسیخته بود یه شدید امنیتی در ایران پدید آمده بود که من مطمئنم که بسیاری از سرویس های اطلاعاتی خارجی در ایران در همون زمان فعال بودن این مجموعه نهادهای جدید داره شکل میگیره اونا حضور نداشته باشن نمیتونم بپذیرم خب یا ما اطلاع زیادی نداریم ولی قطعا و حتما اونا حضور داشتن چون موقعیت ما بوده همین که برخی از گروه ها بخوا. و احزاب وابسته به اونها در جان بسیار فعال بودن حضور داشتن خب نشانه این بود که خود اونها هم در سایه اونها داشتن فعال, فعال بودن داشتن به حال در شکل دادن به سرنوشت آینده ایران دخالت می کردن برای یه نقش معمار داشتن خلاصه در سیاست ایران نه ببینید نقش معمار که قطعا کمونیستا نداشتن برای اینکه نه سرویس های اطلاعاتی رو دارم میگن سرویس های اطلاعاتی هم ببینید دای میبودی صد در صد به یه معنی شما درست میگین سرویس های اطلاعاتی در هر جای دنیا همین الانم هم. در هر کشوری هم بالاخره اگه دستشون برسه توی کشور دیگه نفوذ بکنن در سازمان های اطلاعاتی و مراکز حساس امنیتی نظامی خب نفوذ میکنن یا آدمایی رو میخرن مطمئنن آنچنان که مجاهدین خلق این کار رو کردن اونا ب... کار براشون آسونتر بود برای اینکه از جنبش اسلامی در اومده بودن بچه مسلمون بودن خیلی هاشون از خانواده های اسلامیه قدیمی بودن و قبل از انقلاب هم خب خیلی هاشون از سازمان های از ساز... چون سازمانشون مخفی بود ممکنه عضو مجاهدین خلق بودند ولی هیچ کس نمیدونسته حتی نزدیکترین دوستانشون مثل مسعود کشمیری که بعدا بهش میرسیم کسی که بمبگذاری در نخست وزیری رو کرد و رجایی و باهنر رو به قتل رسوند او عضو سازمان مجاهدین خلق بود و از سال 52 ولی نزدیک دوستش علی تهرانی هم نمیدونست و بعد از انقلاب هم دیگه هیچ جا نگفته بود عضو سازمان مجاهدین خلقه و به عنوان یک طرفدار انقلاب و حتی گاهی مخالف سازمان مجاهدین خلق توی جاهای مختلف امنیتی و حساس مملکت رشد کرده بود بالا آمده. اون به خصوص اون اول انقلاب نفوذ کردن و رشد کردن خیلی هم ساده بود کافی بود شما یه ریش بذاری یه کاپشن نظامی تنت بکنی و اگر یه خودم در جنبش اسلامی شناخته شده تر بودی به لحاظ خانواده و پیشینه خیلی راحت نهادهای جدید داره شکل میگیره میتونستیم بریم احتمالا تودهی ها هم کردن آنچنان که در ماجرای کشتن صادق قطب زاده مطمئنا دوره آقای ری شهری در دادستانی ارتش پاره اعضای حزب توده بودند ولی حرف اینه اگر هم جای حضور داشتن مطمئن باشید نمیگفتن کمونیستن نمی توده تودهیت در چارچوب در, در یه بچه مسلمون وارد میشدن نماز بخوندن روزه میگرفتن و پنهان میکردن هویتشون رو این ممکنه ممکنه ولی ببینید حتی اگر نفوذی هم چهرهشون رو قایم کرده باشن و وارد این سازمان ها که حتما هم شدن در دادستانی انقلاب در اه، اه، سپاه در جوری بوده که ولی جوری بوده که مثلا بنده ای که داشتم درست میکردم کلک خوردم نشناختمشون اگر میشناختیم راهشون نمیدادیم اون بحثی که اون دفعه میکردیم یعنی خود شما به هیچ کس در نهزت و آزادی مثلا شکی نداشتید که توده باشه نه عواملی باشن خب بالاخره یه جوری با سرویس های اطلاعاتی ارتباط داشته باشن به روابطی داشته باشن آخه نهزت آزادی میدونید یه سازمانی بود که بیشتر از اینکه یک حزب سیاسی باشه یک جریان فکری فرهنگی بود و عمدتا دوستان مهندس بازرگان در انجمن اسلامی مهندسین انجمن اسلامی پزشکان و خیلی ها همدیگر رو میشناختن اومده بودن ولی بیشتری مراجع کنندگان بودن به سفارت آمریکا و در ارتباط با دیپلومت های آمریکایی و غربی نه خب در مقطع سال 56 آمریکایی ها که به نظر من خیلی هم کار خوبی میکردن اعضای نهزت اگر مثلا فرض کنید آقای مهندس امیر انتظام یک نفر از سفارت آمریکا میخواسته صحبت کنید ببینید اپوزیسیون اسلامی چی میگه ببینید این این یه چیز بدی است در فرهنگ ما ایرانی ها به نظر من ناشی از یک نوع عقده تاریخی باید بگیم هست یه جور غرب حراسی داریم یه جور خارجی حراسی داریم واقعا فکر میکنیم اگر یه کسی مثلا با سفیر کشور بشینه چای بخوره حرف بزنه با سناتور یه مملکت بشینه صحبت کنه با مسئولین سیاسیش با مسئولین دو تا یه تجربه 300 ساله بعد داریم ما اشکال نداره بخشی از رو از دست دادیم عوامل همین... ایرانی در دخالت دادن نیروهای خارجی تو ایران سهم عمده داشتن به همین لازه هش... مردم ایران با احزاب بدن به که سابقه کتابی... بد دارن کارنامه احزاب بد بوده در ارتباط هم... با خارجی آقای میبودی همینو میخوام عرض کنم عرض کردم ما یه جور عقده تاریخی داریم که ناشی از استعماره ناشی از خودکمبینی هایی که پیدا کردیم ناشته از تجربه بدی که داشتیم اگر فقط دوره قاجاریه رو داشتیم کافی بود که ما این روحیه رو پیدا بکنیم من اینکه دوره قاجاریه رقابت‌های استعماری روس و انگلیس کانون دربار قاجار رو تبدیل کرده بود به کانون توطئه ها و اینو خریدن و اونو اینجوری کردن و زیرا به اینو زدن و امیرکبیر رو کشتن و نمیدونم قائم مقام و زیر پاشو جارو کردن و کشتن و این درسته ولی این باید بتونیم بهش غلبه کنیم و یک سیاست مدار کارش این نیست که با سیاست مدارای دیگه حرف بزنید چیز خور که آدمو نمیکنن که ببینید الان فضای سیاسی ایران به گونه است که اگر صبح بخوان یک کسی رو ضربه فنی کنن کافیس بگن آقای ظریف و آقای اوباما فقط دست داده ببینید چقدر مسخره است وزیر خارجه یک کشور با رئیس جمهور یک کشور ولو متخاصم ولو دشمن اصلا دست بده از دید یه فضایی درست میکنن که انگار دا... خیانت شده نه نه با دا... شما من مخالفت ندارم ولی معتقدم یعنی چی... من دفاع در... کنم بله نه این منوط برای... به این که یک نظام سیاسی مبتنی بر قواعد دموکراتیک که داره بشه یک نظام خودکامه باشه اون نیاز داره به... با... پشتیبانی ب... 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 خارجی ولی وقتی اتکا داشته باشه به مردم خب هیچ ترسی هیچ واهمی هم از این ارتباطات نیست ولی مشکل ما اینه که ما یک نظام جبار داریم که این نظام جبار طبیعتا به مردم اتکار نداره مجبور به خارجی تکیه کنه خیلی طبیعی. البته نه در سال 57 نه نه منظورم همین حتی امروز باشه. یعنی امروز مردم ابراز بدبینی میکنن امروز ممکنه که یک حکومت مداری احتیاج داشته باشه به اینکه یک قدرت خارجی ازش پشتیبانی بکنه مثلا روس ها به هر حال کم و بیش از آقای خامنه ای و بیت ایشون و اینا پشتیبانی میکنم ولی در سال 57 حتی یک دهه اول انقلاب آنچنان پایگاه مردمی انقلاب قوی بود شخص آقای خمینی آنچنان نفوذی در عامه مردم داشت و با گفت حرفش میتونست میلیون ها نفر بیاره به خیابون اتفاقا به استناد همین کاریزما و قدرت بسیج توده ای آقای خمینی در واقع از بالا سر تمام نخبگان جامعه رد میشد کاری که رهبران فاشیست میکنن و با بسیج توده مردم هر مخالفی رو سرکوب کرد و کردیشون این کارو ولی بسیج یعنی بسیج نیروی فرانه... مردم رو کار تشکیلاتی رو واقعا احزاب چپ انجام دادن همه رو آره قبول برای بسیج عموم مردم احتیاج به کار تشکیلاتی نداری شما وقتی که یه صحبت در تلویزیون بکنی و بگی که من سعدی از دست دوستان گله جبهه ملی الیوم مرتد در صحبت که آقای خمینی بعد از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص کرد و هزاران نفر ریختن توی خیابونا و ضمن اینکه البته سازماندهی گسترده انقلاب از تو مساجد شکل می گرفت از تو هیئت های عزاداری شکل می گرفت که پدرجد حزب توده در بالاترین قدرتش در دهه 20 هزار توست داشت و یه سازماندهی اینجوری که در اقصان و جامعه حضور داره هزاران نفر برای آقای خمینی می تو خیابون و فوش به جبهه ملی میدادن و بعدم کتک زدن برخورد میکردن در سالیان اول انقلاب انقلاب نوپا به هر حال با توده‌وار بودنش با تکیه بر روحانیت با تکیه به شبکه دین قدرت بسیج مردمیه خیلی بالایی داشت بگذاریم الان برای یه دونه 22 بهمن هم که سالی هدفه میخوان راه پیمایی کنن بعد اداره رو وادار کنن کارمند بیارن مثل شیشه بهمن سابقش بعد بکنن چهار نفر بیارن تو خیابون ولی سالهای اول انقلاب همچین مشکلی انقلابیون نداشتن یک حرف میزدش آقای خمینی و اتفاقا این اشکال انقلاب هاست یعنی من الان که به لحاظ تئوریک یک ضد انقلاب تمام ایار هستم به لحاظ جامعه شناسی در واقع به هیچ وجه دیگه قائل نیستم که با انقلاب ها می شود تحلیل تئوریک دارم که با انقلاب ها نمیشه جوامع رو اصلاح کرد و ولی انقلاب یه فرایندیه که تمام اقشار مارجینال شده در دیکتاتوری ها ناگهان وارد صحنه میشن و وقتی اینطور همه ی اخشاری که به حاشیه رونده شدن با هم وارد صحنه میشن توده مردم حرکت میکنن بدون سازماندهی حزبی نخبگان جامعه باشن حرکت های به صلاح لا لای لایه اجتماع مشارکت داشته باشه اون وقت رهبرانی که بتونن این توده رو اینطوری حرکت بدن این توانایی هم خواهند داشت از بالا سر تمام نخبگان رچن مستقیم توده مردم بیارن تمام رقبای سیاسیشون سرکوب کنن تشکر کنم تقلید باشه یا هر کسی دیگه تشکر دکتر عزیز خیلی ممنون که گاه به سالهای گاه سخت با جواب دادید ممنونم از شما اختیار باشه که توی کمکی که من از مهدی عراقی خواستم موندیم همینجا آره موندیم مسئله نخست از برای هفته آینده تشکر بله میکنم. از مسعود کشمیری عامل انفجار یاد کردیم ولی آقای نببی و رجایی که در همین روزها من باشون برخورد کردم فکر میکنم توضیح بدم زمینه آشنایی و همکاری های بعدی و نخوص فضیلیدم توضیح دادم ممنونم سبه جان تشکر میکنم خدا نگهدار میان.